Hi, I'm Deadpool, the other jolly guy in a red suit with a lap worth sitting on, here to tell you happy holidays. In Winter Wonderland. یکی از مورد انتظارترین فیلم‌هایی که توی سال 2024 قرار اکران بشه بدون شک فیلم ددپول 3ه و میدونیم که کلی اتفاق قرار اونجا بیفته که به داستان مولتیورسی و اتفاقاتی که داریم می‌بینیم مطمئنا متصل و قراره که یه سری اتفاقات بزرگم برای ادامه مسیر داستانی بیادش رو درست بکنه و این تنها فیلمیه که مارول برای سال 2024 داره تا بیادش اونو اکران بکنه. البته سونی 3 تا فیلمو داره که میخواد بیادش رو اکران بکنه، از مادام وب و کریون و از طرف دیگه هم ونوم تیری هم داریم که اینا هم جزو فیلمایی هن که سونی میخوادش رو بیاد اکران بکنه. البته به این 3 تا زیاد امیدی نیست چون تا الان ندیدیم سونی به جز اسپایدرمن بیادش و فیلم خوبی رو بسازه. فقط امیدوارم که مادام وب شبیه به بهترین فیلم کمیکی جهان یعنی موربیوس نشه، چون داریم میدونیم که همون تیم فیلمنامه نویس و داستانی که قبلا توی موربیوس بودن الان سراغ مادام وب هم رفتن و اونا دارن این کارو انجام میدن که مطمئنا ممکنه اونو تبدیلش بکنه به یه فیلمی بهتر از موربیوس و تبدیلش به بهترین فیلم کمیکی جهان و جایگاه موربیوس رو بدوزه. از اینو بگذاریم، خود ددپول 3 برای چی فیلم مهمیه؟ در کنار اینکه گفتم به اتفاقات مولتیورسی بس میشه، قراره که دو مرتبه هیو جکمن ببینیم که بیاد نقش لوگان رو بازی بکنه، کلی از شخصیت‌های گروه ایکس رو ببینیم، پس میتونه جذابیت خیلی زیادی داشته باشه. حالا تو این ویدیو قراره بریم در مورد اطلاعات لیک شده جدیدی که در مورد این فیلم وجود داره با هم دیگه صحبت بکنیم، یه چند تا نکته در مورد مسیر داستانی بهتون بگم، بعدش هم میریم این اطلاعات و اخبار جدیدی که در مورد مارول هم بوده رو با هم دیگه دوره‌ای می‌کنیم، در موردش با هم حتما صحبت می‌کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم، حتما یاد باشه که لایک و سابسکرایب بزنی. همونطور هم که می‌دونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ ددپول 3. از سال قبل اطلاعات خیلی زیادی در مورد این فیلم لیک شد، کلی صحنه فیلم برداری شد و عکس و اینا بیرون اومدش و ما اینو متوجه شدیم که ددپول و لوگان قرار وارد منطقه وید بشن. توی منطقه وید قرار سایبرتوس و از طرف دیگه ای وزق هم ببینیم که وارد فایت و مبارزه با هم دیگه میشن و در کنار اون میادش به یه سری از اتفاقات دیگه هم اشاره میکنه، مثل دنیای فاکسی که در حال نابود شدنه، اینکه لوگوش اونجا داریم میبینیم و کلی اتفاق مختلفی که قبلا در موردش با هم دیگه صحبت کردیم. دیگه فیلم و نکته هایی که وجود داشت و قبلا خودتون دیدیدم اینجا براتون نمیذارم، چون یه سری از این فیلم هایی که گرفته شده انحصاری برای یه سری از تیم های خبرگزاری شده و الان بیایید ازش استفاده بکنی بدون شک کلی داستان برای محتوا درست میکنه، به خاطر همین دیگه سراغش نمیریم دیگه، قبلا دیدید و ازش هم استفاده کردیم. حالا اطلاعات لیک شده جدید چی میاد به ما میگه؟ توی این اطلاعات لیک شده جدیدی که وجود داره، دانیل آرپیکر توی حرفاش گفته که تی وی ای که داریم میبینیم اوضاع و شرایط مولتیورس دستش در میره، یه مقداری مثل این که قرار درگیری‌های بزرگ داشته باشن، شرایط به هم ریخته توی مولتیورس به وجود بیادش و دیگه نتونه اون کنترل قدیمو داشته باشه. آخرین باری که ما تی وی ای دیدیم دنبال این بود تا گونه‌های مختلف کنگو پیدا بکنه و دخل اونا رو بیاره، نذاره اتفاق بدی برای مولتیورس پیش بیاد. حالا توی فیلم ددپول 3 به این سمت حرکت میکنه که متوجه میشن همه قراره که کنگ بیادش و کلی نیرو دور خودش جمع بکنه. این اشاره میکنه به اتفاقاتی که توی انتمن واس کوانتومینیا دیدیم و همون شورای کنگو داره بهمون نشون میده که دور هم دیگه جمع شدن و قراره یه تهدید بزرگ مولتیورسی باشن. اتفاقات فیلم ددپول 3 کاملا داره نشون میده بعضی از اتفاقاتیه که فصل دوم سریال لوکی داشت و اون مسیر انتهایی که آخر اون قسمت دیدیم، جایی که دیدید دارن دونه دونه میرن سراغ کنگای مختلف و دیدیم که کنگ زمینشی 16 هم گفتن که دخلش اومده و این موضوع داره به ما نشون میده که این شورا یا بهتر بگیم این تهدید مولتیورسی دست به کار شده و کار خودش رو شروع کرده. دانیل توی حرفایی که زده بود به کنگ اشاره نکرد، گفتش که اصلا تو اطلاعاتی که وجود داره و بیرون اومده به کنگ نمیان و اشاره بکنن، ولی دارن به یه گروه و تهدید بزرگ مولتیورسی اشاره میکنن. این تا حدودی میره سمت اتفاقاتی که با جانتان میجر و از طرف دیگه شخصیت خود کنگ داشتیم. متوجه شدید که جانتان میجر توی دادگاه محکوم شد، حالا با اینکه اتفاق خیلی بزرگی هم نبودش، مارول قبلش خودش رو آماده کرده بود و همونطوری هم که قبلا بهتون گفته بودم همین چیز رو برنامه‌ریزی کرده بود تا اگه دیدش 1% هم اون محکوم شد حتی به یه چیز کوچیک بیان اونو بنزنش بیرون و خیلی سریع هم اومدن این کارو انجام دادن، یعنی همین اعلام کردن گفتن اون
محکوم شده توی دادگاه، هنوز رأی نهایی هم که توی فوریه میادم بیرون نیومده، سری مارول گفتش که دیگه خدافظ ما دیگه با هم دیگه هیچ کاری هم نداریم و جاناتان رو گوش کنار. این تا حدودی در مورد تغییراتی که داره پیش میاد و حتی اون که دارید متوجه میشید که یه سری سکانس‌های دتول تیری رو دارن دو مرتبه فیلم برداری میکنن هم یادش رو اشاره میکنه. حالا تا قبلش حرف از این بود که کلا میخوان کنگو بذارن کنار، ولی الان به نظر میرسه که مارول همچنان میخواد با کنگ ادامه بده و نمیخواد این شخصیت رو کنار بذاره و به جاش قراره که بازیگر جدیدی وارد فیلم کنن. توی حرفی که دانیال آرپیکی زد گفتش که قراره که دومینگو بیادش و جانشین جاناتان میجر بشه. البته فعلا گزینه‌های مختلف دیگه ای هم دارن، ولی خب دومینگوی که داریم میبینیم مثل این که اصلا بهتر تونسته نقش کنگو بازی بکنه و اون بازی عجیب غریبی که جاناتان داشت و میادش و اینجا تکمیلش میکنه تا جای خالی اون دیده نشه. و خب میدونیم که بازیگر خوبی هم هستش، قبلا توی واکینده دو از طرف دیگه ای هم ایفوریا اینو دیدیم و بازیش هم دیدید دیگه، بدون شک میدونید که بازیگر تمام‌مندی هم هست و میتونه بیادش و این نقش رو بازی بکنه و جای خالی جاناتان رو حسابی تکمیل کنه. حالا این واسه تیوی قراره چی کار بکنه؟ تیوی که متوجه شده با یه تهدید بزرگ مولتیورسی روبروی که نمیتونن کاری هم براش انجام بدن، شروع میخواد بکنه از دنیاهای مختلفی که در حال نابود شدن هستن یه هیرو رو انتخاب بکنه و بیاره و جزء تیم مولتیورسی خودش بکنه تا جلو اتفاقات مختلف رو بگیرن. این طرف توی داستانی که ما دیدیم قبلا قرار بودش که اوون ویلسون بیادش و نقش موبیوس رو بازی بکنه، ولی الان میگن که مستر پارادوکس میادش و جای موبیوس رو میگیره و فعلا دیگه خبری از موبیوس نی. بازیگرش هم میگن احتمالاً متیو مکفیدن باشه که میادش و این نقش رو بازی میکنه. حالا خود موبیوس رو احتمال زیاد توی سیکرت وارز قراره ببینیمش، چون گفته بودن که برمیگرده دو مرتبه این شخصی و احتمال زیاد جایی توی سیکرت وارز یا حتی اون اونجرز قسمت پنجم احتمالا میان و بهمون دو مرتبه نشونش میدن که اومده. خود لوکی هم داریم که این وسط قدرت خیلی زیادی هم داره، جزء کاراکترهای خیلی مهمیه و امیدوارم که خیلی زودتر قبل از اینکه اصلا بخوایم به اونجرز قسمت پنجم یا حتی سیکرت وارز برسیم دو مرتبه تامو ببینیم که میادش این نقشو بازی میکنه، چون کاراکتر کلیدی و مهمی هم هست و نیازی که بارها بیان بهش اشاره بکنن در مورد قدرتایی که داره صحبت کنن. توی حرفای دیگه که زده میشه داره این موضوع رو به ما نشون میده که ددپولی که داریم میبینیم از یه دنیای در حال نابود شدن میادش و وارد TVA میشه و هیچ ربطی هم احتمال زیاد به دنیای فاکس که داریم میبینیم نداره. میگن یه جایی از یکی از اون مسیر داستانی دنیای X-Men که دیدیم میان ازش استفاده میکنن، حالا نمیدونم کدوم زمین بوده و چطوری میادش تا توی خود فیلم توضیح داده میشه. و اینکه تیوی قرار بره دنبال ددپول، چرا میره دنبال ددپول؟ چون ددپول توی قسمت دوم فیلمش متوجه شده اون ماشین زمانو برداشت، رفت توی زمان و خطای زمانی و دستکاری که خیلی چیزا رو عوض کرد و تغییرشون داد و اینطوریه که تیوی متوجه اتفاقات و تغییراتی دیگه داره توی این شاخه زمانی میشه و حتی مثل اینکه اینکرشنی هم که توی دنیاش به وجود اومده رو خودش به وجود آورده و تیوی متوجه میشه و میره سراغش و اونو زندانیش میکنه. توی مسیر داستانیه دتول متوجه اتفاقات میشه که یه جنگ بزرگی هم این وسطه و متوجه میشه که لوگان هم یکی از اعضاییه که قرار با تی وی ای همکاری بکنه، به خاطر همین اونم برمیگرده به تی وی ای میگه منم میخوام با شما شروع بکنم به همکاری کردن. توی حرفایی که فعلا زده میشه دارن میگن اتفاقاتی که فیلم دتول تیری داره روی مسیر آینده مارول اثر خیلی بزرگی و قراره بیاد بذاره. حالا نمیدونم قراره چه اتفاق عجیب غریبی اینجا پیش بیادش، ولی اثر خیلی بزرگی مخصوصا به سمت ورد وار هالک میاد میذاره، اون داستانی که خیلی دلمون میخواست ببینیمش و حرفای زیادی هم ازش زده میشد، ولی یه مدتی بود که بیخیال شدن، دو مرتبه داره اطلاعات جدید از این فیلم بیرون میادش. در مورد این فیلم الان صحبتایی که داره میشه میگن قبل از فیلم اونجرز قسمت پنجم قراره که این فیلمو ببینیم و تا حدود خیلی زیادی شبیه به جنگ داخلیه که قبلا دیده بودیم و اینجا مثل اینکه جنگ داخلیش شماره 2 رو میان بهمون نشون میدن، با این تفاوت که گروه اونجرز که الان داریم و کاراکترهایش که باقی موندن جلوی گروه هالکا میان وای میسن و جلوی اون درگیری و تهدیدی که قرار برای زمین پیش بیاد و بگیرن. توی داستان کمیکی که داره هالک بعدا میخواد بیادش از زمین انتقام میگیره، علتش به خاطر اینه که گروه ایلومیناتی که داریم میبینیم هالکو دیدش که روی زمین باشه این زن همه چه درد و غم میکنه، گفت بفرستیمش توی سکار یه جایی که خالیه و هیچکی اونجا نیست تا بتونه بر خود زندگی خودش رو انجام بده. ولی وقتی که اونو میفرستنش اونجا اون سیاره خالی نبوده، اونجا همه گروه های دیگه هم داشتن زندگی میکردن، اون تبدیل میشه به یه گلادیاتور، وارد میدان گلادیاتوری میشه، کلی مبارزه میکنه، بعد از اونه که
یه انقلابی میشه، شورش میکنه و حاکمی که اون منطقه داره رو میزنه میکشه و خودش تبدیل میشه به حاکم اونجا. حتی ازدواج میکنه، زنش به خاطر اتفاقاتی که پیش میاد، درگیری که اونجا وجود داره میمیره و اون علت مرگ زنش و این اتفاقاتی که داره پیش میاد و از چشم گروه ایلومیناتی و زمین میدونه، به خاطر همین میادش حمله میکنه سمت زمین تا زمین رو نابود کنه. این میتونه مسیر خیلی خوبی باشه برای اینکه بتونیم قبل از اینکه اصلا به اونجرز رو برسیم کل کاراکترها رو ببینیم که دو مرتبه دور هم دیگه جمع میشن تا جلوی یه تهدید بزرگ رو بگیرن. همیشه انتهای هر فاز ما یه اونجرز داشتیم، ولی الان داریم میبینیم که توی این فاز جدیدش کدوم از این اتفاقات نیفتاد و گروه مختلف دور هم دیگه نداشتیم، بر همین باعث شده که جذابیت ماجرا خیلی توی این فاز جدید کم بشه و این میتونه بیادش رو برای انتهای فاز کلی نیروی مختلف رو بهمون نشون بده که دور هم دیگه جمع میشن. حتی میتونن بیان گروه ایلومیناتی هم که دیدیم هم اینجا روی زمین بهمون نشون بدن، یه همچین گروهی هم اینجا تشکیل بشه. نکته بعدی هم که میخوام بهتون بگم در مورد استیونه که قرار بودش و بیادش رو نقش سنتری بازی بکنه، ولی خب از این نقش کنار رفت به خاطر اینکه توی حرفایی هم که زده بود برگشت گفت زمانی که قرار این فیلم ساخته بشه یعنی تاندربولتس معلوم نیست و منم چون پروژه دیگه ای رو قبول کردم نمیتونم وقت خودم رو بذارم برای اینکه برسیم به اون تایمی که قرار این فیلم بالاخره شروع بکنه به فیلم برداری کردن و مراحل جلو بره، چون میدونید مارول خیلی تاخیر توی فیلم‌های مختلفش داره میزنه و بازیگرای مختلفی که جای دیگه بازی میکنن نمیتونن بیان زمان زیادی بذارن منتظر بمونن مارول میخواد چه کار بکنه و اینطوریه که این نقش کنار رفت. البته خب تا حدودی هم کنار رفتنش هم بد نشد چون زیاد به این نقش هم نمیخورد، یه نفر که یه مقدار هیکل درشت داری داشته باشه به این نقش بیشتر میادش، چون میدونید اون توی پروژه‌های دیگه مثلا اینوینسیبل اینا هم داره فعالیت میکنه دیگه، وقتی اینو نداره بخواد منتظر باشه ببینه مارول قراره که کی فیلم برداری خودشو برای فیلم جدید شروع کنه. گزینه‌های بهتر هم حالا هست که میتونه بیان نقش سنتری بازی کنه، مثلا ریسون که بازیگر ریچر هم هست و دارید ببینید اصلا هم هیکل خیلی درشتی داره هم کاملا آماده است که بیادش توی همچین نقشی قرار بگیره. یه سری شایعه از اینم وجود داره که میتونن بیان از هنری کویل استفاده بکنن تا این نقش رو بازی بکنه که کاملا یه کاراکتر متفاوت با نقش سوپرمنیه که بازی کرده، ولی خب فکر نمی‌کنم یه همچین نقشی رو بیادش رو قبول بکنه چون اونم درگیر پروژه مختلف، اگه قرار بشه که دو مرتبه مارول تأخیر بزنه ای بخواد داستان درست بکنه بدون شک همچین بازیگری هم قبول نمی‌کنه که بیادش رو این نقش رو بازی بکنه، هرچند که حرف از این هم هستش که قرار بیادش رو نقش بیاندر رو توی دنیای مارول بازی بکنه و شایعه تا حدود خیلی زیادی وجود داره، ولی فعلا هیچ چیزی تایید نشده که بخوایم 100% در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم و باید منتظر باشیم ببینیم که تو اتفاقات بعدی که مارول داره قرار که به کدوم سمت حرکت بکنه و چه بازیگری وارد دنیای اون میشه. در مجموع هم تمام نکاتی بودش که در مورد ددپول 3 و مسیر ادامه داستانی از هالک تا اتفاقات بعدی وجود داشت که همه رو بهتون گفتم. امیدوارم که دیدن ویدیوام لذت برده باشین. نظرتون هم داری حتما داخل کامنت برام بنویس و لایک و سابسکرایب و زنگولم یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید دسترسی پیدا کنی، بیای توی کانال ویدیو جدیدو تماشا بکنی و ویدیو بررسی قسمت 9 سریال مونارک هم میذارم اینجا که میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا کنی. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.